به هر حال بنده گرامی، گفتم صحبت امشب کم جنجالی است و امیدوار هستم با دقت و حوصله مندی گوش کنین به صحبت ها و چیزی باز که صحبت امشب که بخش از نظریات هموطنان گرامی باز که در فیسبوک گذاشتن و یا در سایت دیگه خواندیم این است و بخش هم صحبت هایی که شاید من با او اضافه کنم. این صحبت ها را در چنین حالت اساس از کشور بهتر است که به شکل احساساتی گوش نکنیم و از زود هم احساساتی نشیم، بلکه با دقت گوش کنیم و در فکر چاره شویم. خب من اتاقاز میکنم که هموطنان ما در هر گوشه و کنار جو بایدن محکوم کردن و تازه خواستن که از مردم افغانستان معذرت بخواهد، اما من میگم که به خاطر بیان این مسئله که جو بایدن گفته من از او تشکری میکنم و سپاس میکنم. چرا تشکر و چرا سپاس؟ در لابلا شما متوجه خواهد شدین که چرا عوض انتقاد من از او تشکری میکنم. خب جو بایدن عرفای زد و به دنبال سخنان جنجال برانگیزش در مورد ملت سازی در افغانستان، آگاهان سیاسی هم بر این باور هستند که امریکایی ها و رهبران حکومت افغانستان در طول 19 سال گذشته در امر ملت سازی در کشور ناکام بودند. با جملات بسیار به دقت توجه کنین بینای گرامی، جمله را سر می خوانم. آگاهان سیاسی بر این باورند که امریکایی ها و رهبران حکومت افغانستان در طول 19 سال گذشته در امر ملت سازی در کشور ناکام بودند و یا هم به خاطر منافع شخصیشان نخواستند در افغانستان ملت سازی صورت بگیرد. یعنی یک تاییدیه است که در اینجا ملت سازی نیست، ولی برف بام خود آگاهان سیاسی ما بالای بام دیگر ها می اندازند که امریکایی ها نخواستند و 19 سال قید میکنند. آیا ما در 19 سال گذشته چنین پروگنده و متفق و از هم جدا شدیم و یکی که یک سابقه طویل تاریخی دارم؟ جو بایدن اضافه کرده که در جریان سفرهایش به افغانستان یافته است که هیچ امکان متحد ساختن این کشور وجود ندارد و همین حساس کاملا مخالف ایده ملت سازی در افغانستان می باشد. جو بایدن گفته است که ممکن نیست که افغانستان متحد شود، زیرا واقعیت این است که شگاف حاصل از عمل کرده گذشته سردمداران افغانستان امکان ملت سازی را اگر نگوید محال است بسیار مشکل کرده. یعنی در بعض بسیار مسائل اساس و تاریخی کشور بیندای گرامی جو بایدن تماس گرفته. یعنی سیاست مدارای خارجی و مثل امریکا و انگلیس و اینا اول در یک رابطه تحقیق خود میکنن، معلومات خود و دست میارن، بعد از اون صحبت میکنن. میشین که یک بحث بسیار عمیق تاریخی را گفته که ممکن نیست که افغانستان متحد شود، زیرا واقعیت این است که شگاف حاصل از عمل کرده گذشته سردمداران افغانستان امکان ملت سازی را اگر نگوید محال بسیار مشکل کرده. خب من هم بحث را در همین رابطه در فیسبوک را انداختم بیندای گرامی و تعداد کثیری از هموطنان ما خوشبختانه که نظریات خود مسئولانه نوشته کردن و انوز هم هموطنان ما شامل این بحث هستن. اگر شما تا حال نرفتین شامل نشدین در این بحث، برین نظریاتتان شامل بسازین و خوب است هموطنان ما با حوصله مندی و با یک دید فراخ به مسائل پرداختن.
ما در این بخش بیندای گرامی فقط یک از یکی دو تن از هموطنان ما نام میگیرم، به خاطر از اینکه اگر نام ها رو بگیرم بسیار طولانی میشه، بیشتر از 60-70 هموطن ما اونجا نام گذاشتن. و جسته و گریخته لابلای یاد داشته هموطنان گرامی خود طلب بر انتخاب کردیم، به خانش میگیرم و در آخر هم یک صحبت مختصر میکنیم که آیا واقعا ما جو بایدن انتقاد کنیم یا از او تشکری کنیم. خب آغاز میکنم از یاد داشت آیه دکتر وحید وحید الله که اول خوب است یک تعریف علمی و مسلکی از ملت بودن یا ملت ها را بیان کردن. نوشتن که به خاطر ارائه یک پاسخ منطقی به سوال مطرح شما ضرور میدانم تا اولتر از همه کلمه ملت را از لحاظ علمی و مسلکی برای شما تعریف نمایم، و آن این که ملت به یک کتله عظیمی از مردم خطاب می شود که بر اساس اصول و موازین مشترک پذیرفته شده با یک تاریخ، فرهنگ و زبان مشترک در یک سرزمین یا کشور معین با هم اتحاد نموده باشند. حال بدون توسل به احساسات از لحاظ منطقی، علمی و مسلکی در چارچوب عناصر مربوط به تعریف فوق خود می توانید به سادگی دریابید که افغانستان یک ملت است یا نه. اگر است چگونه و چطور، و اگر نیست باید از لحاظ مسلکی آن را ملت سازی یا نیشن بیلدینگ نماییم. هموطن دیگه نوشته کردند که امی ما جو بایدن را ملامت کردیم و از حافظه ایمان کلمات را گرفته و برویش شلیک کردیم، اما حافظه و قلب ایمان را جستجو نکردیم که نشود همین آدم راست بگوید. دیروز کسی مظلومانه در خواب شهید شد و به جای غم خنده کردیم. دیگه هموطنی ما نشته کردن که حرفشان ساده، آمفان و قابل درک است. ایشان کدام چیز تازه ای را کشف نکردن، فقط حقیقت تلخی را که دیگران نمیخوان و یا نمیتوانند بگوین او بیان کرده است، فقط همین. و هموطنی دیگه نشته کردن که آیا ملت همین است که 99% هراتیان حق ندارن که تابلوی دانشگاه خود را به زبان خود بالای دربی آن نصب کنن. دیگه هموطنی ما نشته کردن که بایدن حرف سالها پیش پدرام را گفته است، ولی با تفاوت این که هیچ کس بایدن را نوکر ایران نگفت. این یک طرف قضیه. دوم، گیر افغانستان تجزیه شد، مگر پاکستان از افغانستان دست بردار هست با این منابع طبیعیش؟ سوم، فکر میکنید این طرف پشتو زبان ها با هم اختلاف ندارن؟ معلوم دار که دارن. آن طرف دیگر حقوم آیا با هم متحدن؟ معلوم دار که نه. پس راه منطقی این است که با هم متحد شویم و برای متحد شدن به یک نسل نو فارغ از تعصب قومی و لسانی نیاز داریم. این کار ساده ای نیست، ما به وقت نیاز داریم، شاید امروز نه ولی فردا باید، فردا باید یک جا شویم. یک هموطن دیگه ما نوشته کردن که درست گفته، چون ما به عقیده و باورهای همدیگر احترام نمیگذاریم و طریقه انسانیت را نمیدانیم و در بند قوم و قبیله گرفتاریم. در زبان میگوییم که ما با هم برادریم ولی در دل چیز دیگریم. گوییم دو زبان رسمی داریم ولی در جنوب کشور تمام تابلوهای دولتی به یک زبان نوشته میشود. رئیس جمهور به خاطر قوم پرستی طالبان تروریست و دشمنان مردم افغانستان را رها میکند، بجایش قوم دیگری را بیگناه زندانی می کند و هزاران مورد دیگر وجود دارد. در این صورت حق به جو بایدن است و باید کشور از ریاستی به فدرالی تبدیل شود تا اقوام زندگی آرام و دوستانه داشته باشند. یه هموطن ما نشته کردن با این حالت که افغان ها دارن، مثلا تعداد کشته شدن پسر محقق کشی می کنند، متاسفانه جو بایدن یک واقعیت تلخ را گفته است. دیگه هموطن ما نشته کردن که خالد عزیز از دیروز به این سو سر به فیسبوک بزنید که بعضی هموطنان به ارتباط کشته شدن باقر محقق چی ها گفتن. آدم مطمئن می شود که گفته های آخر جو بایدن دقیق است.
انسان و آرزوست. دیگه هموطنی منشته کردم که به سایت بی بی سی سر بزنید و بخش نشر کشته شدن پسر استاد محقق را مطالعه کنید. جواب جو بایدن را اوتومات بدون تحلیل و تجزیه به دست می آورید. خالص سوی محترم، خداوند بر ما اگر رحم و لطف کند خوب، در غیر آن چیز بده نگفته است. هموطنی دیگه منشته کردم که تاریخ 5000 ساله ما را مطالعه کرده بیاییم. از اول ما یک ملت نبودیم و نمیشیم. ما در بین اقواممان فرق قائل هستیم. به هیچ وجه یک ملت یک پارچه شده نمیتوانیم. دیگه هموطنی منشته کردن کاملا درست گفته، زیرا ما امروز در صفحات اجتماعی دیدیم و شنیدیم که چگونه ملت یک پارچه هستیم. بخش پشتوی بی بی سی درباره کشته شدن پسر محقق مطلبی را به نشر سپرده که در پای آن 2000 نفر نظر دادن و 99% هموطنان پشتونی ما بودن که خیلی با خوشحالی و تبریکی به یک دیگر و دشنام های خیلی رکیک نثار مردم هزاره کردن. آیا ملت یک پارچه همین گونه می باشد؟ افزون بران بعض جوانان پشتو زبان ما در ویدیو لایف آمدند، دشنام دادن و ما از اینهش هم اگر بگذاریم که کشته شده بچه چی کسی بود، مگر یک انسان بود و یک هم میهن ما بود و کدام جنایت هم انجام نداده بود و برعکس مدال آور بود در بخش ورزشی در زمان حکومت کرزی و به میهن ما افتخار کمایی کرده بود و ما شاهد هستیم دیگران چی میکنن. مگر شوربختانه که چند روز پیش ما دیدیم که به خاطر یک پاکستانی چی کارستانی را در کابل به نمایش گذاشتن. بنابراین تا که ما همدیگرمان را به رسمیت نشناسیم و به تاریخ و فرهنگ و زبان و مذهب یکدیگرمان ارج قائل نشویم و همدیگرمان را نپذیریم و تا که ما به عدالت اجتماعی و ارج گذاری به مقام والای انسان باورمند نشویم، ما هیچگاه یک ملت نخواهیم شد. دیگه هموطن ما نشته کردن شخصت های بزرگ جانی حرفای بزرگ داشتند. اتحاد شوروی وقت هم با عین عقیدت در وزارت اقوام و قبایل موینیت های مختلفه را ایجاد نموده بودند که عین ادف را افاده می کرد. این حرف و نیت آنهاست، ولی اساسا با مردم کشور ما تعلق دارد که چی می خواهند و چی خواهند کرد. دوست دانشمند ما محترم سلطان جان کلیوال از تورنتو نوشتن که این که جو بایدن چی گفته و یا افغانها و افغانستان را چگونه یافته است کاملا مربوط به شخص خودش است، ولی اگر حقیقت را کتمان نمی کند باید بگوید که عوامل ملت ناشدن افغانستان کدام ها اند. یک بحث جداگانه را آقای کلیوال باز کردن که خوب است در آینده آدم بالای از این مسئله هم بحث کنه. در همین بحث هاست که آدم به یک نقطه تفاهم میرسانه که آیا واقعا ما همین کمبود داریم یا ای که دروغ میگیم که داریم. و بالاخره نفرین خداوند بر شما باد که به مرگ بچه کس دیگری خوشحالی میکنید، مگر بچه شما بوریای قیامت پوشیده است؟ این شطور سپید بر پشت دروازه هر خانه زانو میزند. حقیقت امان است که آن کافر گیش اوشیار امریکایی جو بایدن در حق ما مسلمانان امپراتور شکن نه گشنم است گفته است. خدای من، این تاریخ 5000 ساله چی ملت بزرگی پرورده است. گوی ما همگان سوار بر خنک تعصب از مرزهای عاطفه و ارزشهای انسانی 5000 سال آن سوتر رانده ایم. آقای پرتاب نادری در صفحه فیسبوک خود نوشته کردن. در سایت ها می خوانیم قدرت الله ابراهیمی جامعه شناس و استاد دانشگاه تاکید می کند که امریکایی ها و رهبران حکومت در طول 19 سال گذشته نخواستند و خاطر منافعشان افغانستان یک ملت واحد باشد. اما سید حسین موسوی آگاه سیاسی تا اندازه سخنان جو بایدن را می پذیرد. او به خبرگزاری آوا گفته است که سخنان جو بایدن واقعیت دارد، در حقیقت نمی شود انکار کرد، زیرا ما هنوز در اندیشه و تفکر برتری طلبی و حس زیاده خواهی هستیم.
و خاطر نشان صاف که واقعیت و حقیقت را باید پذیرفت، چون در کشور ما اقوام به جای تفاهم با دیگر در پی حذف هم هستند و انحصار، تعصب و فساد سالاری بیداد میکنند. این آگاه سیاسی تاکید کرد که به نظر او بهترین راه در افغانستان سیستم فدرالی است تا هر قوم با هویت خود شناخته شوند و کابل مرکز تمام اقوام افغانستان و ممثل حاکمیت تمام اقوام باشد. وحید عمر مشاور رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک نیز حال شخص سیاسی و صاحب نظر شده و در هر مورد نظریات خود ارائه میکنه و خوب است که امروز ما سیاستمداران زیاد از این قبیل داریم که ریشه هایشان تا هنوز مشخص نیست که این ریشه ها در کجا قایم است. چون چندین تر از این جوانان از پاکستان آمدن و به ناگاه به کرسی های اساس نصب شدن، مثل وحید عمر و نادر نادری و بعضی کسای دیگه، ولی اینا امروز سیاستمدارها هستند. این هم گفته که افغانستان نیاز به ملت سازی ندارد، چرا که برای قرنها یک ملت بوده است. مشکل اساسی همین است که بعضی افتران ما و تامی جو بایدن هم در حرف خود میگه که سردمداران گذشته کاری کردن که مردم نگذاشتن که ملت باشه. ما در مواقع خاص کنار هم قرار گرفتیم. چی وقت؟ وقتی که مورد تهاجم بیگانه قرار گرفتیم، مثل در جنگ های که با روس ها با انگلیس ها داشتیم و در جریان جهاد مقدس ما، که ما به خاطر خطر از بیگانه با همدیگر یک جا بودیم جنگیدیم، ولی وقتی که جنگ تمام شده در میدان سیاست باختیم، هر کدام ما به فرقه ها تبدیل شدیم. یک واقعیت تاریخ اسیره باید حوال، وقتی که ما در وسایل تاریخی صحبت میکنیم باید حوال مسائل تاریخی را مطلق بفهمیم و بعد از او صحبت کنیم از آدرس یک مقام بالایی. و آمده کرزی رئیس جمهور پیشین اظهارات جو بایدن نسبت به افغانستان را غیر واقع بینانه و غیر مسئولانه خوانده و گفته است که وایداست که ایالات متحده امریکا هیچ وقت در افغانستان به دنبال ملت سازی نبوده، بلکه علائم و قرائن کافی وجود دارد که نشان میدهد در زمان حضور ایالات متحده امریکا در افغانستان تلاش های زیادی برای تصحیف و اتحاد و اتفاق افغان ها صورت گرفته. کرزی با بیان این که افغانستان کشور کهن و پر افتخار است که مردم آن در طول تاریخ به عنوان یک ملت واحد و با اتحاد و اتفاق کامل در برابر دسایس بیگانگان و تلاش های اشغالگرانه استادگی نمودند و قدرت های بزرگ را با شکست مواجه کردند، تصدیه نمود که مردم افغانستان اجازه نخواهند داد تا امریکا با زیر سوال قرار دادن ملت نیرومند و متحد ما به اهداف سلط طلبانه‌اش در این منطقه دست یابد. این بود نظریات هموطنان ما. اما آیا بیندای گرامی، بازم تکرار میکنم، ما یک ملت واحد بودیم؟ اگر بودیم پس چرا ما اینقدر مصیبت و بدبختی را هر روز تجربه میکنیم؟ ثانیا ای که سیاست مداران ما بخصن در این مسئله تاریخ افغانستان یا از آقای افغانستان از 19 سال به طرف حساب میکنه. از دید من درست است، چون 19 سال قبل جهان بیگانه آمد، همه چیز از الف با برای ما شروع کرد دوباره ساخت. پس تاریخ ما از اینجا شروع میشه، چون از اینجا بود که خب به خاطر داریم هم میگیم شما قانون اساسی را آمدن برای ما شما ساختن، پارلمان برای ما شما ساختن، اردو و پلیس و امنیت ساختن، سیستم دولتی ساختن، همه چیز را آمدن ساختن برای ما تحویل دادن. و امو آغاز بیندای گرامی یادتان است که هر دفتر مشاورین و صدها مشاور آمدن که مردم پس آموزش دادن که چه قسم به کارهای اداری برسن. به کارهای از یک دید تاریخ ما این از اینجا شروع میشه، پس پیش از ما تاریخ نداریم. یک واقعیت است و اگر داشتیم چرا با اون مصیبت برابر شدیم که پس آمد بیگانه ها ما را الفبای حکومت داری را یاد دادن. دیگر این سیاست مداران ما میگن که امریکا در طول 19 سال تلاش نکرد، مثلا آقای کرزی، که اینجا ملت سازی کنه. آیا وظیفه امریکا بود که برای ما بیایی ملت سازی کنه آقای کرزی، آقای وحید عمر و دیگه سیاست مدارانی که با این حرف موافق هستند که امریکا نخواست؟ امریکا برای ما نامده بود که
برای ما ملت سازی کنه، برای ما همه چیز یاد ده. یک بخش از کارها را جامعه جانی کرد که ما دوباره به پا استاد شدیم، چون همه سیستم اداری و دولتی و نظامی ما از بین رفته بود. اما دیگه امریکا نامده بود نان خوردن هم برای ما یاد بده، را رفتن هم برای ما یاد بده، قول دادن هم یاد بده برای ما، و هم دیگر پذیری هم برای ما یاد بده. اگر کلی کارا رو میکرد، پس در تاریخ 5000 ساله بیندای گرامی خط بطلان بکشیم. ما در طول 19 سال دیدیم که امی سیاست مداران وجدان خفته ما چقدر کارهای ضد ملی کردن، چقدر ملت و مردم ما را از هم دیگر جدا کردن. اما ای از دوران کرزی نیست 19 سال، ای از هر قد به گذشته بریم، ما جیانات را میبینیم که تلاش هایی صورت گرفته که اقوام افغانستان از هم دیگر جدا بشه. شما بعض از این مسائل در بخش های تاریخ آقای پیکار برای شما تقدیم میکنم، میشنوین. پس ضرور نیست که ما برف بام خود بالای دیگران پرتیم و بگوییم که امریکا نخواهد. پس من و تو مسئولیت ما چیز هم وطن گرامی. وقتی که میبینیم که ما ملت نیستیم، کل ما شما در حاصل کسایی که انتقادام کردن پذیرفتن که ما ملت نیستیم، همین که میگن که نگذاشتن که ما ملت شویم و اکثر ملت سازی کار نکرد، پس این قبولی واقعیت است. پس وظیفه ما شما چی بود؟ آیا بیگانه ها بازم بیاین دست ما شما رو بگیرن مثل حکومت وحدت ملی دست ما رو کنار هم قرار بدن، بگن که تو برادر بعد از این برادرم دیگر هستی که یکی دیگه تان خلاف نداریم، یعنی که خود ما تکان بخوریم؟ خب این مسئله از بیندایگرامی که باید در این رابطه ما شما جدیت به خرج بدیم. ما خودمت روزی که تلویزیون، قبل از تلویزیون هم برنامه تلویزیون دیگه داشتیم و رادیو، همیشه گفتیم که ما ملت نیستیم، همیشه گفتیم که غم و شادی و رنج و اندوه و همه چیز ما و شما جداست. اگر ما در افغانستان کار نداشته باشیم یا خط بکشیم، ما در همین تورنتو چی داریم؟ در همین امریکا هموطنان ما چی دارن؟ در اروپا چی دارن؟ مگر هر قومی از هم جدا نیست؟ قبرستان جدا نیست؟ مسجد جدا نیست؟ تجلیل از مراسم ملی و اینا جدا نیست؟ پس جداستیم. پس بیاین این واقعیت را قبول کنیم که ما جدا هستیم. وی بیگانه اگر ما را جدا ساخته، خود ما هم کارهایی کردیم که به اصطلاح آب به آسیاب دشمن انداختیم، از هم دیگر فاصله گرفتیم. اما چرا حاضر نیستیم این مسئله را قبول کنیم؟ چرا حاضر نیستیم بپذیریم که ما هم در اینمی اشتباه، در اینمی مصیبت، در اینمی بدبختی شریک هستیم؟ و آله که جو بایدن گفت، من بازم میگم، آله میگم چرا من از جو بایدن تشکری میکنم؟ ما بعدم بس قسمی قلب از جو بایدن تشکر میکنیم که حرف زد، حتی اقل تکان خوردیم. اما این تکان خوردن بازم ظاهریست بیندای گرامی، فردا فراموش میشه. ولی در فراموشی بازم باید از یادتان میره که ما یک ملت نیستیم. بین که از اینمی حرکت ها حداقل تکان بخوریم، یه خانه تکانی کنیم یا مغز تکانی کنیم ساده ترش، و به خود هاییم و 19 سال نید، 40 سال نید، 100 سال ببینیم، بررسی کنین عوامل را ریشیابی کنین. پس همین وظیفه دانشمندا و وظیفه تاریخ نویسا و وظیفه نویسندگان ما چی است؟ یک ملت خو اینم اینا سوق میتن به یک جهته. اینا باید اگر تا امروزه حرفای تعصبی، حرفایی که بوی دوری و جدایی میده نشته بودن، از امروز یک تکان بخورن، از امروز دوباره در جهت ملت سازی بنویسن. یه مسئولیت، هر کدام ما مسئولیت داریم که کاری را انجام بدیم، نه که همیش از بیگانه بنالیم. بیگانه برای ما ای کرد، بیگانه ما را سر ما تجاوز کرد، بیگانه ما را کش، بیگانه ما را ویران کرد، بیگانه. اما وقتی که دلار میره در وطن، با دلار بیگانه بسیار شیرین است. هیچ کس نمیگه این دلار بیگانه است، کلگی دلار در جیب میذاره، میگه دلار بسیار شیرین است، از جان کده شیرین تره. به هر حال بیندای گرامی، ما امیدوار هستم که واقعا یک حرکت کنیم. همین نشتای هموطنان ما رو شما دقت کرده باشین، این نشتا حاوی یک پیام است که ما نیستیم، ما نیستیم، ما من هستیم. بین که از منیت بگذاریم، بین که دیگه قدر من و من و من نگوییم، بین که دوباره ما شاییم. اگر در گذشته ما نبودیم، بین که آل ما شاییم، آل یک جا شاییم، آل یک دست و یک پارچه شاییم.
دیدیم، نتیجه رو دیدیم. ما همیش کوشش میکنیم که از واقعیت ها فرار کنیم، سر سر پلوان بریم، مگر من یادت ندارم بیدگیره. ما مهران چیره که میانده، شما مهران چیره که درک میکنم، با شما شریک میسازم. یکی چی برداشت میکنه هموطنان ما، ما کاری ندارم. ولی 40 سال بودن در جریانات کشور برای ما اینمی چیزه یاد داده که اگر چیز را میدانم اونم رو صادقانه برای هموطنان خود تقدیم کنم و به اونا شریک بسازم. آیا صادقانه بپذیرید که این تفاوت های پشتون و تاجیک و ازبک و ازاره در بین ما نیست؟ در بین نویسنده های ما نیست؟ در بین قلم بدستان ما نیست؟ در بین سیاسین ما نیست؟ هست، اما در بین مردم نیست. مردم ما امروز میخواین که زندگی کنن، اما اونمون مردم ما و شما نمیگذاریم. نوشته های ما و شما نمیذارن، حرف های ما و شما نمیذارن، عمل کرد های ما و شما نمیذارن. یک واقعیت تلخ است. بین پس تکانه بخوریم و بپذیریم که در اونمو خاک، در اونمو خطه جغرافیایی با خدای بزرگ قسم میخورم که نه پشتون به تنهایی میتونه حکومت کنه و نه تاجک و نه ازبک و نه هزاره، نه پاکستانی پشتون دوست من و تو میشه بینده گرامی، نه ایرانی هم فارسی زبان دوست من میشه و نه تاجکستانی فارسی زبان دوست من میشه و نه روس و نه انگلیس و نه امریکا و نه دیگران، مگر ای که ما خود ما تکان بخوریم و با درک این واقعیت های تاریخی، با تجزیه همین واقعیت های تاریخی، با تجربه از این حوادث خونبار مثلا 40 سال گذشته، بگذاریم دیگه از این غرورهای بیجا، از این تعصب و از این وسایل قوم پرستی و زبان پرستی و منطقه پرستی و دست وحدت و یک پارچگی و هم دیگر پذیری و سوی هم دیگر خود دراز کنیم. من هیچ مسئله را بیندای گرامی با یک مثال براتون با پایان میرسانم و این مثال واقعا مثال است که من خودم تکان خوردم در وقتی که شنیدم و برای شما هم میگم، اما اسم نمیگیرم. در اواخر 2001 در یعنی در آخرای ماه دسامبر بود، در کابل تاریک و ویرانه و بدون برق و بدون آب و بدون همه چیز، در یکی از بلاک های مکرویان بودیم با خانواده، صحبت داشتیم که یک عضو دیگه از این خانواده که پسر بود داخل شد. کسی از اعضای خانواده از من خواست که امیر اکم نصیحت کنم، چون به اصطلاح عام گفتن بسیار بیراه شده. خوب دقت کنین، بعد از صرف نان من پرسیدم که چطور هستی، چی میکنی، چی کار میکنی، صحبت های کرد. من گفتم دیگر از تو ناراضی هستن. گفت میفهمم تو چرا این کارها رو میکنی. برای من گفت که برای من نام ببر که چی کاری رو نکردیم، چی کاری رو نکردیم. تو معنی چی؟ گفت هر جنایت و جرم و هر خلاف رفتاری که بگویی در طول این 15-20 سال ما کردیم. ما گفتم با افتخار یاد میکنی؟ گفت بله با افتخار یاد میکنم. تو چرا دلیل؟ گفت پیش از او ما خانگه که داشتیم، نظم در داخل خانگه که ما بود، یک رئیس داشتیم به نام پدر خانواده و مادر خانواده و برادر بزرگ و خواهر بزرگ و یک احترامی وجود داشت. اما وقتی که همگی ها وارا و پریشان شدیم و جنگ ها به شکل بسیار وحشیانه در داخل کابل صورت گرفت، پدر و مادر از دست رفت و سیستم و خانواده از دست رفت و ساده تری که دیک بی سر و پوش شد و هر کی به هر جایی که افتاد مرانچ که در دیک بود بران شد. این را بینده گرامی به خاطر من میگم یاد کردم که ما در گذشته ها با تکنولوژی سرکار نداشتیم، با تاریخ و قدر سرکار نداشتیم و هر آنچه که از گذشته ها برای ما گفته شده آمده بود امور چشم بسته قبول کردیم. اگر تاریخ بود در مکتب خواندیم، اونمو تاریخ منعیس یک سند معتبر قبول کردیم. اما امروز کسانی که تحقیق میکنن، کسانی که ریسرچ میکنن، او تاریخ قبول ندارن.
بعضی ها ادعا میکنن که یک صفحه تاریخ افغانستان نوشته شده، یک صفحه خالی ما داشته، باز یک صفحه نوشته شده. پس سیاستمداران ما و کسانی که بیشتر به قوم و قبیله و زبان و منطقه در هر قوم یک باشه میاندیشن، باید این مسئله را درک کنند که با ملت خوابالودی 40 سال پیش دوران زایشایی برابر نیستن که اران چی برشان بگن قبول کنن. پس بین که امروز تو که مثال دیگه دادم، امروز هرچی که در تیک بود برون شده و همه گی میفهمن که چی در تاریخ گذشته، که ها در این سرزمین خدمت کردن، که ها خیانت کردن، که ها خواستن که مردم یک جا باشه، که ها مردم از هم جدا کردن. پس سیاست مداران ما، بزرگان قوم، نویسنده ها، دانشمند ها خود بعد از این فریب نتن، باقیت های تاریخ برای کاغذ بیارن و راه های برون رفت از مشکله برای مردم ما راهنمایی کنن، تا به این طریق ما بتانیم از این بالای این مشکلات فائق شویم، از ملیت و ملت بودن جداگانه خلاص شویم و بریم به طرف یک ملت واحده که ما ادعای داشتنش میکنیم که نداریم. با یک وقت فکر و تا دوباره برمیگردیم. با ما باشین.